اولین باری که آقا شارمین رو دیدم تو کوچه گردان بود تو محلم. بعد رفتم اونجا ما رفتیم و دیدیم خیلی صمیمی با اون برخورد میکنه. دید منو دید بغلم کرد. این فرد به من اینو فهمون که فرق بین ایرانی و افغانی مهمی که ما انسان باشیم، مهمی در چه کشوری یا چه مذهبی باشیم. من خیلی شنیدم که به من میگن افغانی. خب من افغانم ولی آدمم. برام جالب شد، گفتم واقعا مگه میشه؟ آخه همه مسخرم میکنن، واقعا نمیدونم چی بگم. بابا شامیه واقعا پشت همه هم وای میستاد و همیشه هم بود، همیشه کنارمون هست. افغانم ولی میتونم فوتبال بازی کنم. افغانم تونستم تو لیگ پرشین آقای گل بشم. افغانم تونستم یه تئاتری رو برم اجرا کنم، یه نقشی رو برم اجرا کنم. ما که اصلا تو کوچه خیابون بودیم نمیدونستیم فوتبال چیه، ولی آقا شارمین کاری کرد که ما میتونیم توی لیگ شرکت کنیم و فوتبال بازی کنیم، خودمون رو نشون بدیم و بدیم چقدر استعداد داریم. اینا همش به خاطر جمعیت و خونه علم و آقا شارمین دیگه، قطعا که مؤسسش. یکی از تاثیرش که رو من گذاشت همیشه حرف حق رو بزنم، حق مثلا بچه کوچیکا و یتیم اینا رو نخورم. چون من از یه محله نجات داد که پر از معتاد، تجاوز، دزدی، همه چی توش بود و الان من راهم انتخاب کردم و میام سر کار خیاطی واسه خودم کار میکنم. خلاصه بعد از یه مدتی به خونه ماشین شدیم، یه خانومی بود که ما رو آشنا کرد. بالاخره اومدیم تو خونه، دیدیم که همه جمع صمیمی دوستانه دور هم نشستن، درسشون رو میخونن بدون اینکه حتی کسی اخ میبکنه روی کسی دیگه. اینجایی که من الان رسیدم به این مقامی که هستم و یه به عنوان یک عکاس نخته میشم یا یه نویسنده، همشو مدیون جمعیت امام علی هم. چرا تو این چند سالی که من از 7 سالگی سر شهر بودم کسی دست من نگرفت به جز جمعیت؟ اصلا فکر نمی کردم تا اینجا بیام اینقدر پیشرفت کنم، این همه چیزا یاد بگیرم، هنرها یاد بگیرم، عکاسی کنم. آرزوشون بود زمین چمن ببینه. از همین لیگ پرشین، از همین جمعیت امام علی رفت لالیگا. برای شارمینی که 20 سال کنار من بوده باید یک کاری بکنم. 20 سال کنار من بوده، 20 سال برای من جنگیده، برای هزاران کودک، برای هزاران مادر. منم میخوام اینطوری کمک کنم بچه ها این من نشن. من گذشتم رو دیدم و دوست ندارم یه بچه از محلم اینطوری بشه. من دوست ندارم بیای منو ببینی بگی این فقیره، بهش کمک کنم. فقط به فقیر بودنم نگاه کنی، نمیبینی این کودکان هر دارم. شارمین میبینم. رفتم مدرسه دولتی، منو قبول نکرد. الان این جمعیت نبود معلوم بدن سالم نداشتم، الان ورزشکار نبودم، الان کلاس نقاشی نداشتم، کلاس دار نداشتم. اینکه تمام رویاهاشو برام گذاشت که آینده ما رو بسازه. الان بابا شارمین حالش بده، به قرآن انگار حال من بده. حال من نه، هزاران بچه دیگه. بابا شارمین انقدر محبت کرده به ما که پدر مادرمون به ما نکرده. بابا شارمین بهترین بابای دنیاست. اگه اون نبود خونه ما اصلا نبودن. اگر امروز میتونم بود به خودم راستم، به لطف شارمین بوده که برای من پدری کرده، به لطف شارمین بوده که برای من مهربانی کرده، به لطف شارمین بوده که من دیده. قراره دست هزار تا کودک رو بگیرم، قراره پیشرفت کنم، قراره یک شارمین بشم برای این کودکان. دوستم زندگی خیلی ها رو نجات بدم. بابا شارمین نباید جاش زندان باشه، جاش باید تاج سر ما باشه. ما کنار هم هستیم تا ابد، تا ابد کنار هم هستیم، کنار بابا، کنار کودکان، کنار مادران، تا ابد.